و به این ترتیب بود که در حالی که همه چیز از ناممکن بودن پیروزی حکایت می‌کرد، پیروزی محقق شد و به قول معروف با سوزن کوه کنده شد، چیزی که البته در ابتدا غیر ممکن به نظر می‌رسید. من می‌خواهم پیامی را به برادرانمان در کلیه کشورهای عربی و اسلامی بدهم که بر ماست که از آرمان اشرف دفاع کنیم، زیرا که آرمان اشرف تنها مسئله 3400 نفر اعضای سازمان مجاهدین خلق که در آنجا ساکن هستند نیست، بلکه باید گفت که آنها نمونه ای از مسئله ایران می باشند و خلقی را که دوستدار آزادی و دموکراسی و رهایی نمایندگی می کنند. اما این سیاستمدار برجسته جهان عرب از این نیز پیشتر میره و نکته مهمتری رو عنوان میکنه. من جهان عرب و کشورهای اسلامی را به پند گرفتن از این تجربه سرشار و غنی فرا میخوانم. این تجربه است که به ما میگوید باید بر توانمندی های خودمان متکی باشیم و اگر راه حلی برای حل مشکلات عظیمی که ما را احاطه کرده وجود داشته باشد، این راه حل بیشک از راه اتکا به خودمان و خودکفایی خودمان می گذارد.